برو. تازم به این خاطر ایفکتیف در باشه برای سوالات رو جواب بدم. اون ترین آف وایت هال خود فیبر متوجه شده که فرصا یک کتاب نوشته شده نویسنده ژاپنی انگلیسی و این نویسنده خودش ادعا میکنه که انگلیسی است، ولی کارگردان توی که مصاحبهش میگه من خیلی چیزهای ژاپنی توی زیاده و فرهنگ کالچر ژاپنی توی زیاده و سعی کرده که این کالچر ژاپنی رو تو فیلم بیاره. و یکی کاری قشنگ که برازم توی فیلم کرد این بود که ساینس فیکشن بود متعوضی که رو در زمان نامعلوم آینده که نتونه کارکتر رو خوب شکل بده همه در زمان گذشته بود و همه چی فامیلیار بوده که همه اشاره بهش کردن و به این نکته میخوام برسم که دلیل این که این در زمان قبل بود این که واقعا ساینس فیکشن چیز اصل فیلم نبود و خیلی دوستان نظر شما رو بدونم که این فیلم فیلم که خود نویسنده کتاب کازو شگارو نویسندهش بوده واقعا نمیخواسته که درباره اتیک آف دونیشن و مثلا راجع به این حرف بزنه یا کلونینگ حرف بزنه. چیزی که میخواسته بگه و شما خیلی خوب اشاره کردید که گفتید میخواست در دقیقا بره که میخواست دقیقا این مصاحبه که خود نویسنده کتاب گفته من میخواستم فقط بگم که وقتی ما یه به سرنوشت مرگ نزدیک میشیم میخوام بگیم که این دوستی ها و اون عشق ها به آدم ها چجور شکل میده و هدف اصلی کتابشون همین بوده. هدف اصلیش این نبوده که مثلا بگه که آیا مثلا کلونی خوبه یا بده، آیا مثلا این جامعه دسپوتی یعنی تصویر کرده مثلا این چجوریه، نظر نویسنده کتاب بوده و بیشتر می‌خواسته این دیالکت بین آدم‌ها و دینامیک عشق بین آدم‌ها رو تصویر کنه. مثلا همین هم می‌بینیم که خیلی بیگ دیل نکرده از ساینس فیکشنش. اوراق زمان 1952 و همه چی فامیلیار بوده، هیچ چیز عجیب غریب فضایی یا این چیزا هم توش نبوده و همه چی خیلی عادی بوده. این از در مورد کتاب. خود کارگردان بعضی‌ها من خودم حالا نظرم الان بگم نگم، ولی من بیشتر از خود کارگردان و ساخت فیلم خوشم آمد تا از موضوع کتاب بود. چون من کتاب متأسفانه نخوندم، شاید کتاب خیلی بهتر بوده، ولی من بازم ریویو که خوندم بازم همه به این اشاره هم یه سری چیزها رو خوب باز نکرده، حالا باید بهش میپردازم. ولی کارگردان، خود کارگردان بک‌گراندش میوزیک ویدیو میساخته، میوزیک ویدیو خیلی مشهوری هم میساخته، مادونا، چند تا مایکل جکسون و حتی سر کامرشال اپل هم ایشون ساختن. ولی بعد شروع میکنه که ولی خیلی عاشق نویسنده بوده و شروع میکنه که دوباره همه رو میخونه. اینه که میبینه اپروش میکنن با نویسنده با پرودیوسرش و بعد توافق که این فیلم رو بسازن. بعد و این خود خیلی جالب بودیم کارگردان میره چند تا یه استاد فرهنگ ژاپنی هم توی انگلیس گیر میاره و سعی میکنه تمام المان های فرهنگ ژاپنی توی فیلم بیاره. و شما چه چیزی که خودش اشاره میکنه اینه که فرهنگ ژاپنی اینه که اول چیزای کهنه خیلی زشت نیستن و خیلی بیوتیفول هم اینکه خیلی توش بیدیم چیزای کهنه و چیزای سمبل توی فیلم زیاد بیدیم. دوم اینه که یه فضای و ژاپنی هم به این معتقدن که همه چی در سطح خیلی آروم و کال لازم است همیشه نویزاره. ولی درون آدم ها خیلی متلاطم و خیلی جوشانه و این تو سراسر فیلم میبینی و این خیلی خوب جلوه کرده که با اینکه فیلم خیلی آروم در سطح ولی در زیرش خیلی جوشانه و همه رو اموشنالی خیلی انگیج میکنه ولی سعی میکنه که در سطح خیلی آروم بمونه و نگاه کنید حتی بازیگرا هم همین که نقش کتی رو بازی میکنه خودش میگه که من خیلی دوست داشتم مثلا گریه کنم یا خیلی بزنم مثلا فریاد بزنم ولی همیشه خودم کنترل میکردم که همیشه آروم باشم و اینکه خیلی وربال نبوده بازیاشون بیشتر بادی لنگویج فیشیال بوده ولی خیلی خوب بازی کرد یعنی خیلی قشنگ پیاده کرد. به نظر من بازم من بعضی دوستان که گفتن که نور و ادیتینگش خیلی خوبه من موافقم. به نظر من نور و ادیتینگش خیلی عالی بود. یعنی وقتی کامرا داخل اولا فضای غم‌انگیز و قشنگ می‌آورد در ذهن خیلی هم
دپرسین نبوده در پیوتی فلان بود و هم که اشاره کرده شما یه حالت امید و امید داره شاید بخاطر اون قشنگی تصاویرش و در ضمن با این که در این تصویر هم بود که خیلی قشنگ بود ولی خیلی هم اون لولینس آدم ها رو نشون میدن یه وقتی در این تصویر رو میدیدی تصویر بیرون همیشه یه لولینس بعد اون تصویر آخر که نگم که درخت تنها بود که اون کترن در صحنه آخرش پشت اون فنسا که میده یه درخت خیلی بیشتر پاورفوله بود به نظرم از در ساخت میوزیکش خیلی عالی بود با اینکه دقیقا همون بیت میکرد از من هیت میکرد اموشن آدم اون لحظه که چیز میوزیکش واقعا عالی بود برای من ساخت فیلم حرف نداشت ولی من خودم با کل موضوعش خیلی کانکت نمیکرد به خود داستان کتابش یکی از دلایلش این بود که اولا به نظر من خودم معتقدم بچگی آدم خیلی تاثیر داره در بزرگسالی آدم و در این فیلم بچگی آدم ها کاملا ابسنت بود و اصلا ما متوجه نمیشتیم که چرا مثلا این بچه ها یه سنس دارن سنس مورالیتی سنس آف بین گود اور رایت اصلا عشق ها اصلا چیزی رو میفهمن اینا هیچ که بینا محبت نکردن کشید یعنی اصلا از من معلوم نیست از کجا آمدن یه دفعه ما میبینیم اینا بزرگ سال هم 10 سالشون 12 سالشون نه و اصلا نمیدونیم که چجور میشه کسی که هیچ پدر مادری بالا سرش نبوده اینا این مفهوم لاو و با هم نایس بودن خوب با هم میفهمن و این واسه من کاملا غیر قابل قبول بود یه صحنه دیگه مثلا میگن که مثلا یه سوال دیگه نمیشم شما این سوال در خودتون کردید که مثلا اینش به فرار نمیزن خب بعضی میگن که اینا سرنوشتشون رو قبول کردن ولی همچنین هم نبود چون این آدم هایی که بودن چلنج میکردن مثلا میرفتن بیرون دنبال کلون خودشون بگن یا مثلا میرفتم بیرون که دیلی کنم این صحنه رشتشون برای من آدم های خیلی پسیبی هم نبودن ولی نمیدونم چرا فرار نمیکردن کارگرم نویسنده توضیح میده که آدم ها یا به علت کانتکست که توش زندگی میکنن یا اینکه خیلی پسیفیستن خیلی دنبال نیستن که خارج از این صحنه رشتشون قبول میکنن خب این در مورد یه نفر دو نفر سه نفر ساده ده ولی اینکه این کل این آدم هایی که همه شون مثل یه چیکن فارم همه شون دارن کلون میکنن همه شون خیلی راحت قبول میکنن اصلا این کارش که مشکل که با این موضوع ندارن خیلی جاره قبول باقرد چیزی دیگه که مثلا جالب بازم مثلا روز همون دختری که خیلی وانرول خیلی خیلی حسوده و توی مثلث عشقی خودش میگه که واقعا میخواسته که مثلا تامی و کتی مثلا به هم نرسن خاطر این میاد وسط که خادرش میکنه چون نمیخواسته تنها باشه از اون تنهایی میترسده بعد واسه من عجیب بود که چرا اینقدر علاقه داشت که مثلا اولا که ببینه که کلونش کی بوده و فقط اون علاقه داشت بقیه اصلا اینقدر که این خیالشون نبود و اینکه اصلا میگفت که کلونی که من دارم بر اساس مثلا پروستیتیوت و مثلا دزدا و آدم های گتو و آدم های فقیر هم دست هایی کسی از آتساز بود تجربه ندارد این چجور مثلا میخواست بگید که مثلا این اصلا آتساز بود آدم ها آدم هایی که ریال چجور هستن خودش توی صحنه فیلم داره ماماشین جرایی میکنم میگه که ما میگه تجربه آتساز بود داری یا نه میگه که آره داری بعد تا سرش میگه نه نه نداریم میگه آره من فقط با تجربه بلد کردم خب این همچه آدم چجور میتونه اصلا مثلا اونجاست مهم باشه که الان برسه مثلا چی تو دامون شد یا مثلا چرا اقعا ابسس شده که چرا مثلا برسه یه آدم هایی مثلا گاتر با قلو خودش تو دامون شده نه برسه یه آدم درست ساری این سوال هایی که تو فیلم بود خیلی به مسئله کلونینگ و مورالی که اصلا به نظر فیلم اصلا مثلا مهم نه کارگردان خود نویسنده که نوازش مهمه کارگردان هم خیلی دیگ نمی کنه داخل و بعد من برای شما هستم. خدا سلام. مرسی.